آشپزی لحظات خوشی داشته باشید با همکاری با تقدیم سلام خدمت شما از علاقمندان برنامه آشپزی. باز هم خوش آمدید به برنامه امروز ما و یک سلام خاص خدمت کسایی که دور از وطن هستند. خب امروز روزی است که باز هم میخوایم یک غذای خوشمزه آمدم بسازیم. یک گپ جالبه که یک چند همکارم یک چند علاقمند تلویزیون و سیاب از برنامه آشپزی یک جایی گفتم که اینقدر بشیر از اول تا آخر میگه خوشمزه است. خوب آقا خیر چی بگم، خوشمزه میباشه دیگه، خوشمزه را خوشمزه میگیم. اگه بدمزه باشه واقعا که میگیم بدمزه است، ولی خب بدمزه که نیست، خوشمزه که بگیم دیگه خوب باید که خوشمزه باشه. خب شروع میکنیم با یک غذای خوشمزه که امروز میخوایم آماده بسازیم. یک غذای تایلندی است که ما به دو شکل میتونیم آماده بسازیم و امروز غذای که آماده میسازیم هم داخل روغن آماده میشه و هم داخل داش آماده میشه، یعنی به هر دو شکل ما میتونیم آماده بسازیم. داخل روغنش استافینگ می باشه که همراه با مواد داخل گوشت پر میکنیم، بالای روغن پخته میکنیم و دومش داخل داش که آماده میشه خشک می باشه که همراهش سویت چیلی ساس هم میتونیم استفاده کنیم. یک غذا خوب خوشمزه که ضرر هم نداره، طعم بسیار خوب داره. در کنارش ما میتونیم سلات خوشمزه رو هم روشجان کنیم، یک فرمه رو بدنجان می هم میتونیم که آماده بسازیم. یعنی یک غذا است که ما در کنار هر غذا میتونیم اضافهش کنیم و همراه با هر غذا که خواسته باشه میتونیم استفاده کنیم. خب پیش از همه شروع میکنیم با مواد لازم. دوستا که میخوان مواد لازم یادداشت کنن، موادی که ضرورت داریم بدنجان رومی، لیمو، پیاز، چیکن کیوب، سیر، مرچ تازه، سینه مرغ، سویت چیلی ساس، یک ساس بسیار خوب و خوشمزه است که هم ترش هم تند هم تلخ، سه چهار مزه داره. آرد سخاری، سس مایونز، یک سس بسیار خوب و خوشمزه است شما میتونی همراه با سفیدی تخم مرغ و روغن زیتون آماده بسازی و پالک. پالک که شما میفهمید که با واقعا که ویتامین زیاد داره، خصوصا آهن فراوان داره، کسی کم خون هستن میتونن از پالک استفاده کنن. و پالکی که امروز ما میخوایم آماده بسازیم به یک شکل خوبی آماده میسازیم که هیچ موادی که داره یا ویتامینی که داخلش هست از بین نره و ما هم بتونیم داخل گوشت مرغ هم پر کنیم. و ربع حتی ربع است که واقعا طعم خوبی داره، شما میتونید غذاهای خوشمزه را با ربع حتی آماده بسازید. قرمه خوشمزه را ما میتونیم با ربع حتی آماده بسازیم و در هر غذایی که خواسته باشیم میتونیم از ربع حتی استفاده کنیم. رنگ خوبی داره، طعم خوب داره، غلیظ هم است و سرپوشش باسکنش آسان است و یک سرپوش پلاستیکی دیگه داره که وقتی ما از ربع حتی یک بار استفاده کنیم بعد از سرپوش گذاشته داخل یخچال نگه میداریم تا بار بار ما بتونیم از ربع حتی استفاده کنیم. کسی که استفاده کردن میفهمن که چقدر یک ربع خوب است. خب به خاطر آماده ساختن غذای اول، غذای اولی که ما آماده میسازیم البته داخل داش میخوایم آماده بسازیم. تا قسمت گوشت مرغ آماده میسازیم، سرخ میکنیم، داخل داش هم آماده میشه. ولی یک گوشت خوشمزه که از مرغ آماده میسازیم بدون روغن است و همراه با سوخاری آمادهش میکنیم. کسایی که خوش دارن که غذای کمچرب بدون روغن آماده بسازن میتونن که به شکل آماده بسازن که داخل داش است و کسایی که میخوان که به هر شکلی باشه و اگر داخل روغن یا سرخ شده را علاقه دارن میتونن غذای دومی که داخل روغن سرخ میکنیم از او آماده بسازن. ببخشید. برای فعلا ضرورت به یک دیگ داریم. این قسمت میگذاریمش و بسیار روغن کم بالاش اضافه میکنیم داخل دیگ تا ما بتونیم پالک سرخ کنیم. خب به خاطر که کمه که پالک خوبتر آماده شه، من اول پالک کم کم میده میکنم و بعدش داخل دیگ اضافهش میکنیم. ولی بعد از اینکه از داخل دیگ بیرون کردیم اگر کلان کلان بود باز هم میدهش میکنیم و اگر به اندازه بود هیچ فرق نداره، میتونیم به این شکل استفاده کنیم. ولی ایره ما نمیخوایم که به اندازه سرخ کنیم یا به اندازه پختش کنیم که تمام ویتامین هایی که داره از بین بره.
خب پالک اضافه کردیم، یک کم قسمت مانده ای را میخوایم اضافه کنیم. و قسمی که اول گفتیم پالک را نمیخوایم به اندازه آخر حرارت بدهیم و یا 100% پخته بسازیم. کمی که وقتی نرم شد ما میتونیم اما استفاده کنیم. و داخل پالک آب اضافه نمی کنیم چرا پالک خودش آب می داشته باشه. و اگر آب اضافه کنیم آب زیادتر می شه و تا وقتی منتظر باشیم که آب پالک از بین بره پالک کاملا سرخ می شه. و این را به شکل مخلوط کرده می‌نیم تا وقتی که پالک 100% آماده شود. البته نرم خود بسازه و هر چهار طرفش به یک اندازه نرم شود. و اگر ما به شکل داخل دیگ بگذاریمش قسمت پایین دیگ زودتر نرم میشه و قسمت بالاش دیرتر. به شکل قسمتی که بالاست او را اگر ما منتظرش باشیم تا او هم نرم شه قسمت پایین خدا سیاه میسوزن. خب پالک آماده است. و به شکل یک بغل میمونیم آب کس یا بهش هم دور میکنیم. به شکل باید خشک شود یا شما میتونید که داخل یک جلی انداخته و برای چند دقیقه بگذارید تا آب که داخل پالک میشه او دور شود. خب دیگه یک قسمت میگذاریم تا بار دیگه اگر خواسته باشیم ما بتونیم استفاده کنیم. پالک آهسته آهسته آماده شد و بعضی کار دیگه مانده که یعنی شروع میکنیم از پیاز. پیاز ها میخواییم کمی که سرخ کنیم همراه با کمی بادنجان رومی. بسیار روغن کم اضافه میکنیم باسم. و وقتی کمی روغن داغ شد میخوایم پیاز اضافه کنیم. خب به این شکل ما پیاز آماده میسازم ولی میریم یک وقت پی کوتاه برمیگردیم بازم با ما باشید. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری روب هدیه است و خوشم می آید. ما شما هستیم دوست عزیز و حالم نوبت بادنجان رومی بود که میده میده کردیم همراه با پیاز کمه که سرخش میکنیم. به شکل باید کمه که سرخ شوه و آماده شوه و یک عدد سیر هم میخوایم که آماده بسازیم و بادنجان رومی باقی مانده باشه هم را با کمی پیاز دیگه به خاطر غذای اول دومی که آماده میسازیم. ضرورت به قورمه هم داره کمی که یک لواب ساده از بادنجان رومی باید برش آماده بسازیم.
از آب پالک کمی که بالش اضافه میکنیم تا بادمجان رومی صحیح نرم شود. و کیوب هم اضافه میکنیم. کمی که وقتی آماده شد بعدش نوبت است که بالای پالک اضافه کرده و داخل کاسه پالک همراه با مواد مخلوط میکنیم و هم میتونیم خود پالک داخل دیگ انداخته مخلوطش کنیم. هر کدامش که آسان بود برای ما هم کاره اما که زر آماده میسازیم، ولی به نظر ما داخل کاسه آسان است. پالک همراه با بادمجان رومی، پیاز، سیر وقتی سرخ کردیم بعد از این به شکل باید که مخلوط شود. کمی مرچ تازه هم اضافه میکنیم. اگر ما خواستیم کمی تون شود میتونیم زیادتر اضافه کنیم، اگر میخواستیم به اندازه باشه با اندازه که علاقه داریم میتونیم اضافه کنیم. و داخل پالک نمک کمتر اضافه میکنیم، ولی اگر کیوب در خانه داشته باشه ضروری نیست که نمک اضافه کنی، چرا که کیوب کمی شوری خود داره، ضروری نیست که ما از کیوب استفاده کنیم، از نمک استفاده کنیم. خب نوبت مرغ است. خب این مواد میگذاریم به می قسمت برای چند دقیقه تا آهسته آهسته آماده شود و داخل داش هم داغ شده. میخوایم که خسای دیگه یعنی گوشت که میخوایم داخل داش آماده بسازیم او را هم آماده کنیم. این قسمت آب لیمو هم ضرورت داریم. مانند سمرا با آب لیمو باید مخلوط شود. و بعدش کمی روغن زیتون. و داخل الواری مرچ سفید داشتیم هست اینجا. مرچ سفید هم اضافه میکنیم. این مرچی است که طعم مزیش همین مرچ سیاه است. مرچ سیاه اگر اضافه کنیم رنگ منیس تغییر میده. مرچ سفید به خاطر اضافه میکنیم که نباید رنگش تغییر کنه. اگر شما در خانه نداری میتونید که اضافه کنید از مرچ سیاه. خب باید که مانست خوب مخلوط ها همراه با روغن زیتون، مرچ سیاه همراه با آب لیمو.
به شکل مخلوط کردیم و حالا نوبت مرغ است که مرغ باید آماده کنیم. و مرغی که امروز ما میخواییم آماده بسازیم زیاد دبل است و ایره همیشه باید که به یک سایز و به یک اندازه آماده کنیم. بعضی قسمت هاش چربی ها که میدرشه باشه ایره دور میکنیم. خب این گوشت آماده شد و یه دومش هست که ایره هم چربیش دور کنیم. خب به این شکل ما میتونیم که سایزش هم برابر کنیم. خب این هم آماده شد و ایش هم نمیخوایم که استفاده کنیم. این شکل استفاده شد خوب است. خب زیاده دیگهش هم میگذاریم به خاطر غذای دوم. به شکل باید که برشش کنیم تا مواد خوب تر آماده بسازیم و قسمت کمک چربی که داره باید تیره هم دور کنیم و یک قسمت میگذارم. شیش آماده شد. و گوشت مرغ به شکل منیسه که آماده ساخته بودیم مخلوط میکنیم. منیسه به خود بگیره و بعدش به شکل داخل آرد سخاری زده تا هر چهار طرفش باید که آرد سخاری را بر خود بگیره. به این شکل داخل قالب میگذاریمش تا همیشه به این شکل آماده بسازیم و بعدش داخل داش کنیم. و یه هم دیگهش هست که ایشه هم باید که داخل آرد سخاری هم آماده بسازیم. ولی تا وقتی که من یه آماده بسازیم میریم نکته ها رو میبینیم برمیگردیم بازم با ما باشید. فایده های نوشیدن آب پیش از صبحانه: کاهش سردردی، از بین بردن درد بدن، درمان شکر، کاهش وزن، افزایش آب و انرژی بدن، سلامت پوست. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری روبه هدیه است و خوشم می آید. با شما هستیم عزیزا. به قسمت نوبت کمک زیتون که می خواهیم بالای گوشت کمی اضافه کنیم و حال نوبت داش است که داخل داش بنیمش. داخل داش میبینیمش تا آماده شد و بار باید که متوجه باشیم که با ما اندازه که میخواییم با ما اندازه باید پخته شد. زیاد پخته هم نشد و خام هم نباشه. و حال نوبت دومش است که این ما داخل روغن میخواییم آماده بسازیم.
ولی کسایی که ورزش هستن و یا صدایشون گران گاز گلوندر دستن نباید از این غذا استفاده کنن. داخل گوشت مرغ به این شکل ما برش میکنیم. یکش آماده شد و دومش هم اول چربی اضافه شد دور میکنیم و بعدش برش میکنیم. به شکل آماده شد و یه هم سیومش کیرون باید که به می شکل ما آماده بسازیم و بعدش پالکی که آماده ساختیم باید داخلش پر کنیم. به شکل کمی که هم را با دست کمک میکنیم تا خوبتر ما بتونیم مواد داخلش جا بچه کنیم. خب به شکل آماده شد و نوبت پالک هم است که پالک را باید داخلش پر کنیم. 3-4 دانه قاشق اینجا مانده بدیم اوران بردن و حالا نوبت پالک که باید داخل جا پر کنیم. خب به شکل داخلش پلک پر میکنیم و میکسرمش که تا دیگاش هم پر کنیم. وقتی همش پر شد نوبت سرخ کردنشون است. کمی روغن داخل گریل اضافه میکنیم و سرخ میکنیم تا وقتی آماده شد. هم پر شد و نوبت آخریش است که ایشان باید داخلش را پر کنیم. این هم آماده ساختیم و حال نوبت سرخ کردنشان است که باید تیاره یک یکی داخل گریل سرخ کنیم تا آماده شود. خب گریل هم میگیریم و یک بار میبینیم گوشت به کجا رسیده. حرارت شکم میکنیم که حال قسمت مغزش هم باید پخته شود. با
خب ما میتونیم از روغن زیتون هم استفاده کنیم و همیشه که از روغن نباتی هم استفاده کنیم. هر کدامش هم ما خودمان خواستیم. کمی که روغن زیادتر در کار دارست به خاطر قسمت های بغلای گوشت هم باید که آماده شود. میکسرم اشتا کمی داغ شد و وقتی داغ شد نوبت گوشت است که باید داخل گریل سرخش کنیم. خب یک غذا است که ما میتونیم در کنار هر غذا استفاده کنیم و گوشت را که ما داخل داش ماندیم نمیخوایم که 100% پخته شود که قسمت داخلش کاملا خشک شود و نمیخوایم خامی هم باشه که ما استفاده کردن نتونیم، یعنی به اندازه درست و صحیح آماده شود. خب معلومات آماده ساختیم، دوباره عدس و یا دال نخود. فکر میکنم دال نخود است. میبینیم برمیگردیم بازم. خوب برای سالمندان است. برای جمع شدن پوست های شل، عدس را با آرد جو مخلوط کرده و با کمی گلاب با آب لیمو مخلوط نموده برای یک روز بگذارید بماند. سپس خوب مخلوط کرده پوست آن را با محلول ماساژ دهید. برای رفع جوش صورت، آرد عدس را با آب مولی مخلوط کرده روی جوش صورت بگذارید. خوردن عدس باعث جلای پوست می شود. برای دفع زردی رخسار، عدس را همراه تخم خربوزه میل کنید. یعنی ابتدا یک پیاله عدس خورده، سپس بالای آن کمی تخم خربوزه را بخورید. و یا اینکه عدس و تخم خربوزه را بپزید و به صورت مرهم روی صورت بگذارید. کسانی که به کارهای سخت بدنی اشتغال دارند، خوب است که یک وعده غذایی خود را عدس قرار دهند. بدین روش که عدس پخته را با پیاز داغ مخلوط نمایند و میل کنند. البته اگر شب قبل از پخت عدس را تر نمایند و در زمان پخت زمان کمتری ببرد، خاصیت آن بیشتر است. برای نرم شدن سینه، عدس آب پز میل کنید. برای درمان چاک گوشه لب، از آش عدس استفاده کنید. برای بهبود ورم لوزه، از سوپ عدس استفاده کنید. برای درمان دیفتری، از جوشانده عدس غرغره کنید. برای سفید شدن دندان، با سوخته دانه های عدس دندان را مسواک کنید. کسانی که دختر می خواهند، خوب است که یک ماه قبل از بارداری و در دوران بارداری عدس را در برنامه غذایی خود بگنجانند. برای برطرف شدن زخم‌های عمیق، آرد عدس را با عسل مخلوط کرده روی زخم بگذارید. برای از بین بردن ترکیدگی پا و سرخی پوست، آرد عدس را با سفیده تخم مرغ مخلوط نموده و به صورت مرهم بمالید.
جهت ترکیدگی دست و پا که در اثر سرما عارض شده است، مرهم عدس با سرکه را به دست و پا بمالید. برای درمان ورم پستان که در اثر انعقاد شیر به وجود آمده است، مرهم پخته عدس با لحظات شیرین آشپزی به همکاری روبه هدیه است و خوشم می آید. با شما هستیم دوست عزیز. یک دانه مرچ داخل روغن انداختیم، می خواهیم کمی که سرخ شوه، ولی قدر آب داشت که کمی روغن هم باد کرد. خب و حالا هم گوشت مرغ هم اندازیم. حرارت بسیار کم میمانیم تا آماده شود. دو دانم سیر داغ میسازیم و دو دانم مرچ سرخ شده. حرارت کم باشه گوشت خوبتر آماده میشه و خوبتر ما میتونیم پختش هم کنیم. ولی مرا فراموشم شد بخی گوشت دیگر از داخل داش بیرون کنه ببینیم کی نسوخته باشه. به به نسوخته ولی کاملا سرخ شده، بسیار هم تو رنگ خوبه بخواد گرفته. خب او یکش آماده شد و این قسمت این گوشت هم آیست آماده میشه تا وقت آماده این زودتر آماده میشه و پشت روش مکمل باید سرخ کنیم تا خوبتر ما بتونیم آماده بسازیم. به شکل دودن از سیره هم سرخ کردیم. هر دو طرف سیر باید سرخ شود، از پیاز هم سرخ، از مرچ هم سرخ شود و این یک قسمت که زیده میگوشه یک جای یک دانه مرغ دیگه هم است که اینجا بگذاریم. خب یک طرفش وقتی آماده شد، طرف دیگه شما میخواییم که در بتیم و ما میتونیم به شکل هم بستیش کنیم تا به شکل دمپخت آماده شود. اگر ما به شکل شما که دوسته که به شکل گریل داره میتونه که غذا خوشمزر آماده بسازه، به شکل مرغی که امروز آماده ساختیم که اسپینچ استافینگ چیکن است که یک غذای تایلندی بسیار خوب و خوشمزه است. کمه که تفاوت که در این غذا است که آنها بسیار، یعنی مردم تایلند بسیار میخوان که تند آماده بسازن و از رد کری تازه بسیار استفاده میکنن و ایراد کمی که تندتر آماده میسازن. خب من خواستم که مرچ تازه را همین به این شکل کمی سرخ کنیم. در کنارش میگذاریم کسی که تند خور هستن میتونن که از مرچ تازه سرخ شده استفاده کنن. و گوشتی که امروز آماده می‌سازیم باید که آهسته آهسته داغ شود و پخته شود آهسته. اگر ما حرارت یک دفعه بالاش زیاد کنیم و یک دفعه ما بخویم آماده بسازیم، گوشت روش کاملا سرخ میشه ولی قسمت داخلش خام میمونه. به خاطر نباید که حرارت زیاد باشه. گرچه که در قسمت داخلش پالک اضافه کردیم ولی بازم گوشت از پیش ما خام نمونه. و با بسیار احتیاط باید که طرف دیگه شا سرخ کنیم.
به شکل آسته است آماده میشه مرغ و به شکل دمپخت هم میتونیم که آمدش کنیم. کمی روغن دیگه هم ضرورت داره، این به خاطر آماده ساختن یک قورمه که ما برای گوشت آماده میسازیم. قورمه که ما میخوایم آماده بسازیم واقعا طعم خوبی باید داشته باشه، به خاطر از اینکه همراه با ربع حتی آماده میسازیم و قورمه که آماده میسازیم باید متوجه زیادتر دهی باشیم که هم لعابدار باشه و هم مزه‌دار. سیر بسیار نازک برش میکنیم. و باید خوب میده میده آماده شد. هرچی میده میده شد ما میتونیم خوبتر آمادهش کنیم. پیاز بادنجان رو میره اضافه میکنیم تا آماده شود. ایره هم داخل از اضافه میکنیم تا با شکل یک لواب بسیار خوب آماده شود. خب فکر میکنم مواد لازم آمده نشده است. میریم مواد لازمه میبینیم، کسی که مواد لازمه گرفتن نتونستن میبینیم، برمیگردیم بازم با ما باشید. مواد لازم سینه مرغ با پالک: سینه مرغ 1 کیلو، پالک 1 کیلو، پیاز 2 عدد، سیر 4 دندانه، بادنجان رومی 4 عدد، سویت چلی ساس 3 قاشق، مرچ سیاه و نمک، خضر ضروره. ادامه لحظات شیرین آشپزی به همکاری رب هدیه است و خوشم میآید. با شما هستیم دوست عزیز، همیم هم کارم شروع میشه، هید نمیگن برای من. خب گوشت یکش آماده ساختیم، قورمه هم آیستا آیستا آماده میشه. به خاطر از اینکه قورمه را ما بتونیم خوبتر آماده بسازیم از ربع هدیه استفاده میکنیم. ربع هدیه که غذای خوشمزه را ما میتونیم همراه با ربع هدیه آماده بسازیم. قسمی که میبینی غلیظ هم است. خب بادنجان رومی که داخل دیگ اضافه کرده بودیم باید که رب هم بالاش اضافه کنیم. به شکل مخلوطش میکنیم، سرپوش میگذاریم و تا بار دیگه هم بتونیم استفاده کنیم و کمی آب دیگه اضافه میکنیم. آهسته آهسته آماده میشه. خب به نمک هم اضافه کرده بودیم، کمی که مرچ سیاه میخوایم اضافه کنم همراه با کمی مساله. چهار مساله همراه با کمی مرچ سیاه و به این شکل باید که آمادهش کنیم و مخلوطش کنیم. تا وقتی گوشت آماده میسازیم قورمه جوش میکنه و آماده میشه و سویت چیلی یادمان نره. سویت چیلی هم اضافه کردیم بالاش. خب غذایی که خواستیم هر دوش آماده است و مساله رو هم باید که جوش بگذاریم.
واقعا که شکل خوبی را برای خود گرفته و ما 4 عدد آماده ساختیم، 1 عدد زی خود امجیران وقفه نوش جان شد. این به شکل میگذاریم و مرچ سرخ شده را هم به شکل میگذاریم تا هر کسی که میخواه میتونه که به شکل مرچ تازه را سرخ شده استفاده کنه. خب باز هم خوب بیره می قسمت بانم که ما بتانیم اینجا خوبتر استفاده کنیم. هر دو طرف زیر به می اندازه پخته میکنیم. از اینکه زیاد سرخ نمیکنیم، از اینکه زیاد پختش هم نمیکنیم، به خاطر که از اینکه اگر زیادتر شه مزه خود هم از دست میفته و خراب هم میشه. گوشتی که آماده ساختیم پس دوباره بالا میکس میگذاریمش و خورمه هم آیست آیست آماده میشه و گوشتی رو که آماده ساختیم این رو میخواییم که از وسط بسیار داغ است. برش میکنیم و داخل بشقاب تزیین میکنیم. خب به شکل آماده شد و کمک ساز بالاش اضافه میکنیم. این ساز هم میتونیم که هم به این شکل در کنار غذا استفاده کنیم. خب این هم یک غذای خوشمزه که امروز آماده ساختیم. غذای خوشمزه است که طعم خوبی داره و خوشمزه هم است. در کنارش مرچ تازه سیر هم اضافه کردیم و میتونیم که لیمو هم بگذاریم برش. کسی که میخواین میتونن که همراه با لیمو هم نوش جان کنن، ولی 100% کسی هستن که لیمو علاقه دارن و از آب لیمو استفاده میکنن. خب این بود دوست عزیز برنامه امروز. تا برنامه بعدی خداحافظ. ناصر شما. تا آشپزی دیگر به همکاری رب هدیه است و خوشم می آید.